هموطنان عزیز، خانواده ها و بازماندگان زندانیان مجاهد و مبارز قتل عام شده در سال 67، مادران، پدران و خانواده هایی که سال هاست برای زیارت مزار فرزندانتان به خاوران می روید تا یاد و نام آنها را زنده کنید، در حالی که هیچ نشانی از مزار فرزندانتان ندارید. درود بر صبر و پایداری شما. از این پایداری ها و از آن خون ها بود که امروز اشرف راه و رسم و خواسته آن شهیدان را پرآوازه کرده است. مطمئنم روزی فرا خواهد رسید که مردم ایران، آمران و مجریان این جنایت بزرگ، یعنی سران نظام آخوندی، را به دادگاه های بین المللی خواهند کشاند. در اینجا به روانهای پرفتوه 30,000 مجاهد و مبارز سربدار درود می فرستم که به خاطر ایستادگی بر سر آزادی مردم ایران و به خاطر وفاداری به آرمان و نام مجاهدین اعدام شدند و حتی حسرت یک لحظه ندامت از نام و راه مجاهدین را بر دل آخوندهای جنایتکار باقی گذاشتند. همچنین خاطره تابناک منیره رجوی، سمبل زندانیان قتل عام شده، را گرامی می‌داریم. او که جرم بزرگش خواهر مسعود بودن و عشق به آزادی بود. درود بر همه آنها. در سال 67 خمینی جلاد در فتوای خود تصریح کرد که هر کس در هر مرحله بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است و سریعا دشمنان را نابود کنید. در حقیقت هیچ کس به اندازه اون نمی دانست که موجودیت رژیمش از جانب چه کسانی تهدید می شود. از جانب کسانی که بر سر مواضع مجاهدین، یعنی برای به زیر کشیدن دیکتاتوری ولایت فقیه، پایداری می کنند. هموطنان عزیز، یاران مقاومت، از روز اول خطر اصلی برای رژیم پایداری و سازش ناپذیری بود که امروز اشرف سمبل و کانون و مبشر آن است. در این 22 سال خامنه‌ای و رفسنجانی و خاتمی و همدستان آنها تا توانستند برای مخفی کردن آثار قتل عام فرزندان مردم ایران تلاش کردند، غافل از اون که جوشش خون شهیدان و فریاد خونخواهی شما گریبان این رژیم را هیچگاه رها نخواهد کرد. مگر در خلال فعالیت‌های انتخابات قلابی دانشجویان در هر فرصتی فریاد نمی‌زدند 67 67؟ مگر در همین قیام‌های یک سال اخیر خروش آن قهرمانان سربدار در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران شنیده نمی‌شد که فریاد می‌زدند مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه؟ امروز صدای آنها از اشرف پایدار و از زبان اشرفی‌ها به گوش می‌رسد. همان زنان و مردانی که از نسل قتل عام شدگانند و پایداری یاران شهید خود را به اوج رساندند. قتل عام سال 67 از این نظر گویاترین مظهر پایداری ملت ایران است که فرزندانش به بهای جانهای خود از تن دادن به خواسته دشقیم و دست کشیدن از نام و هویت آرمانی خود خودداری کردند. این قتل عام در عین حال گویاترین نموده طینت ضد بشری رژیم حاکم است که سردمدارانش برای حفظ حاکمیت همه موازین انسانی را زیر پا گذاشتند. برخی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین الملل، این قتل عام را به عنوان جنایت علیه بشریت توصیف کردند. با این همه متاسفانه سیاست مماشات دولت‌های غرب در تمام این سالها
مانع پیگیری این پرونده شد. در نتیجه آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی باز هم فرصت یافتند که به جنایت‌های بی‌نظیر دیگری همچون قتل‌های زنجیره‌ای و هزاران اعدام دست بزنند. آنها که همگی در بالاترین مناصب سیاسی و قضایی رژیم نشسته‌اند، در یک سال اخیر دست کم 300 تن از فرزندان مردم ایران را در جریان قیام‌ها به قتل رساندند. کما اینکه در ماه‌های اخیر اعدام زندانیان سیاسی را افزایش داده اند و انواع فشارها و محدودیت‌ها را برای زندانیان و خانواده‌های آنها ایجاد کردند. هرچند که باز هم جز مقاومت و ایستادگی سرفرازانه از جانب زندانیان سیاسی چیزی به دست نیاوردند. در چنین وضعیتی باز هم جامعه جهانی به ویژه دولت‌های غرب در معرض یک آزمایش قرار گرفتند که موضوع آن فجیع‌ترین پرونده نقض حقوق بشر در جهان معاصر است. آنها باید پاسخ بدهند که آیا همچنان می‌خواهند در تلاش‌های رژیم برای مکتوم نگه داشتن این جنایت عظیم شریک شوند. اعدام 30,000 زندانی سیاسی فقط ظرف چند ماه بزرگترین جنایت سیاسی از جنگ جهانی دوم به این طرف محسوب می شود. بر اساس همه شواهد، بر اساس نظر حقوقدانان بین المللی و بنا به تصریح نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، این قتل عام هم مصداق بارز جنایت علیه بشریت و هم مصداق نسل کشی است. از آنجایی که نه جنایت علیه بشریت و نه نسل کشی شامل مرور زمان نمی شود و از آنجایی که بی پاسخ گذاشتن چنین جنایات بزرگی تشویق آمران و عاملان این جنایت بزرگ به ادامه خونریزی است، من از طرف مردم و مقاومت ایران از شورای امنیت ملل متحد می خواهم دادگاه ویژه‌ای برای بررسی پرونده قتل عام زندانیان سیاسی و محاکمه مسئولان آن تشکیل دهد. مجامع بین المللی و دولت‌های مختلف را فرا می‌خوانم که شورای امنیت را به تشکیل چنین دادگاهی ترغیب کنند. از همه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در جهان می‌خواهم برای پیشبرد این کارزار کوشش کنند و از همه هموطنانم می‌خواهم مدارک، شهادت‌ها و کلیه اطلاعات خود در مورد جنایات رژیم به ویژه درباره قتل عام سال 67 و همچنین شهیدان قیام سراسری را به هر طریقی که می‌توانند در اختیار مقاومت ایران قرار دهند. یاری رساندن به کارزار محاکمه سران رژیم ولایت فقیه یک وظیفه مبرم ملی و میهنی است. سلام‌های بیکران به قتل عام شدگان و سربداران مجاهد و مبارز سال 67. سلام بر 120,000 از فرزندان رشید مردم ایران که برای آزادی جان باختند و درود بر مردم قهرمان ایران و سلام بر آزادی.